بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم تعالى سپاس گزاریم که باز هم فرصت دیگر نصیب من و شما گردید و در کنار درس ترجمه و تفسیر قرآن کریم قرار داریم. در ماه بهار قرآن بودن در کنار قرآن یک امتیاز بسیار عظیم و بزرگ است. الله متعال ای توفیق نصیب ما و نصیب همه امت اسلامی دائما بگرداند و بتوانیم از آنچه در قرآن کریم الله متعال برای هدایت من و شما نازل کرده به شکل درست استفاده بکنیم. قرآن دوستا کتابی نیست که تنها ما او در هفته یک بار ختم بکنیم، کتابی هم نیست که بر مرده ها بخونیم، کتابی هم نیست که به خاطر برکت سربوجی آرد خود بگذاریم یا به کنار سر طفل خود بسته کنیم آیات از او. کتابی است که باید خوانده بشه، ترجمه بشه، تفسیر بشه و در زندگی انسان تطبیق و پیاده بشه. کتاب هدایت هست، کتاب راهنمایی است و انسان بدون قرآن به هیچ عنوان نمیتوانه زندگی خوب و خوشی داشته باشه. درس امروز از سوره اسراء جزء 15 است. سبحان الذي اسرا، ای آیه که تلاوت شد آیه 22 سوره تا آیه 39 سوره، این یک مجموعه امر و نهی است که الله متعال در طی این آیات بیان کرده. مجموعاً 11 تا امر و 15 تا نهی است. اگر الله توفیق داد ان شاء الله امروز شروع میکنیم اولین یا دو سه آیه از این آیاتی که الله متعال در بعضی آیات ما را الله مکلف کرده به یک امر، در بعضی آیات ما را الله متعال از یک امر باز داشته و بسیار مهم است که این 25 امر و نهی که در این سوره تنها در همین
آیات 22 تا آیه 39 آمده، این انشاءالله که بتوانیم بیاموزیم و در زندگی خود تطبیق و پیاده بکنیم. جالب است که اولین آیه هم به توحید شروع میشه، آخرین آیه هم به توحید شروع میشه. یعنی در این آیه اول هم الله متعال انسانها را از شرک به الله منع میکنه و در آخرین آیه هم که به این ارتباط آمده از شرک و بت‌پرستی الله متعال بندگان خود را منع میکنه. لا تجعل مع الله اله آخر، ای انسان با الله خدای دیگر قرار مده، با الله ذات دیگری که در عبادت در پرستش با او مساوی باشه به هیچ عنوان قرار نده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر این کار کردی فتقعد مذموما مخذولا، آنگاه دیگه می نشینی مذموما مذمت شده، مخذولا بسیار خوار و بسیار ذلیل. هم خود را مذمت می کنی و هم ذلت و خاری در حقیقت به سراغ تو می آید. یک مثال به خاطر وضاحت بیشتر برای دوستا ارائه می کنم که شرک یعنی چی و توحید یعنی چی. شما تصور کنیم که می خواهیم یکی از برادرها سفر دارن، می خواهیم به ولایت فرا برن. رفتن به ترمینال، موترهای استاده هست و به یک موتر سوار شدم که بسیار موتر لوکس، بسیار موتر سیستم پیشرفته، داخل از این ارکندیشن داره، یخچال داره و چای و نانر برای مسافرین توزیع میکنه. بدون از اینکه پرسان کنه داخل این موتر سوار شد و پرده ها هم تا انداخته شد و این موتر حرکت کرد. موتر حرکت کرد، بعد از 2 ساعت یا 3 ساعت وقتی از موتر پیاده شدیم که رسیدیم به اسلام قلعه. موتر رسیده به اسلام قلعه، اصلا به خلاف مسیر حرکت کرد. ولی بالعکس دوست دیگه ما به یک موتر نشست که این موتر آرکندیشن هم نداره، یخچال هم نداره، داخل موتر آدمای نادرستی هم هست، یک نفر دو میده، یکی توهین میکنه، یکی گریه میکنه، یکی سیگار میکشه، وقتی در مسیر را میره یک شیشی شکسته، گرد و غبار داخل موتر میایه. اما سرانجام بعد از 4-5 ساعت وقت پیاده شد به همون موعدی که با اون مردم در اون ولایت وعده گذاشته بود، سرانجام رسید. این نمونه شرک و توحید است، نمونه شرک و توحید است. انسان وقت در دایره اسلام قرار میگیره طبیعتاً گاه سختی ها، گاه پریشانی ها، گاه فقر، گاه بیماری به سراغ او میرسه، اما سرانجام به منزل مقصود میرسه، سرانجام به او چیزی که الله برش وعده کرده میرسه. در این زندگی یک نفری توهین میکنه، شاید یک تغییر بکنه، یک روز مریض بشه، یک روز فقیر بشه، اما سرانجام انمی قافله که ای حرکت کرده با این قافله همراه دیگه راکبین سرانجام به منزل مقصود میرسه. اما او انسانی که بدون پرسان، بدون تحقیق، فقط زرق و برق این موتر، ارکندشن و یخچال و غذاهای لوکس و نوشیدنی های متنوع ایر فریفته ساخت، یک دم دیدیم که 180 درجه به خلاف مسیر حرکت کرده. این نمونه شرک است. انسان در دنیا در حالی که همه نعمت‌ها را الله بر از این انسان داده، ولی این انسان خالق خود و رازق خود و هادی و هدایتگر خود نشناسه، براستی هم که انسان ظلمی انجام داده که این ظلم
به هیچ ظلم دیگه مقایسه نمیشه. به این خاطر الله متعال، خب وقتی این انسان مو انسان اولی وقتی که به اونجا پیاده شد، طبیعتا خود مذمت میکنه، نیکویش میکنه، ای کاش خب پرسان میکردی که این موتر کجا میره. بدون تحقیق، بدون پرسان، دنبال این سواریا افتادی، همین زرق و برق موتر تو جلب و جذب کرد، سر تا پا خود مذمت میکنه. فتق خود مذموم مخذولا همونجا میشینه، خود مذمت میکنه، خیلی خار و ذلیل، لگال پول و پیسی هم نداره، به این شهر دیگه کسی هم نداره که به این کمک بکنه، یک عالم رسوایی، ذلت، خاری، خساره متوجه حال انسان شد. اما او انسانی که با عالم از سختی ها و مشکلات سرانجام به منزل مقصود رسید، میگه ارزش ایر دار. حالا اگر من به این موتر آینی از شکسته بود، گرد و غبار آمد، حداقل اگر من سر و صدای اطفال شنیدم، یک نفر سیگار میکشید، یک مثلا دوداد، یک توهین کرد، امکانات نبود، ولی به این وعده که ما به فلانی گذاشته بودیم، در همین عقد که میخواییم ببندیم، یک عالم منفعت برای ما به دست میایه، ارزش همی خاری و ارزش انمی مشقتر داره. این مثال برای شرک و برای توحید است که انسانی که در دایره شرک قرار میگیره، رار براستی هم که گم کرده. انسانی که در دایره توحید قرار میگیره، راه درست تر پیدا کرده و به منزل مقصود هم میرسه. بعد از عبادت الله متعال در قرآن کریم، دوستا، اولین فردی که مورد احترام باید قرار بگیره، او کی است؟ پدر و مادر است. به این خاطر الله متعال بعد از اینکه ما را منع میکنه از شرک، میگه ولا تجعل مع الله اله آخر، میگه وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اونجا که شرک نمیورزی، او خو از شرک اجتناب میکنی، بعد بیا به دایره توحید. وقضی ربک، یعنی این چنین حکم کرده و فرمان صادر کرده پروردگار تو، الا تعبدوا الا اياه، این که عبادت نکنی جز الله، بعد از عبادت الله و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر احسان کنی. فاما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، هرگاهی که برسند به نزد تو یکی از پدر و مادر، حالا پدر یا مادر، به سن بزرگی برسند، احدهما یکیشان، او کلاهما یا هر دو، پدر و مادر مسن شدند، دیگه توان را رفتن ندارن، نیاز به عصا دارن، نیاز به کسی دارن دستشان بگیره ببره به مسجد، ببره به کنار کوچه، حداقل به یک جای ببره که رنج ناگل بشه، در این اسنا طبیعتا دیگه حوصله ندارن، شاید مثلا حرف بزنن، شاید مثلا یک چیز تقاضا بکنن، در جواب فلا تقل لهما اف، برای پدر و مادر دیگه حتی کلمه افره هم نگو، یعنی کوچکترین کلمه که سبب رنجش پدر و مادر میشه او کلمه اف است که بعدا تفسیر میکنیم. ولا تنهر هما، دیگه نهی که خداوند میکنه، اول میگه فلا تقل لهما، یعنی اف برشان نگو، ولا تنهر هما بانگم نزن، یعنی صدا نکن که مادر فلان چیز بیار، پدر فلان چیز بیار، تو نمیفهم سن تو بالا رفته، مغز تو نمیفهم پوچ شده، شما مردم قدیمی هستیم، شما نمیفهمیم، شما به عصر امروزی آشنایی ندارین. اینا بانگ زدن بر پدر و مادر است. و قل لهما قولا کریما، یعنی الله متعال به فرزند توصیه میکنه که این دو کار که انجام نمیدی چه کار انجام بدم، و قل لهما قولا کریما، سخن خیلی کریمانه، خیلی زیبا و خیلی پسندانه و خیلی محبوب، سخنی که مورد پسند پدر و مادر باشه، این سخن رو به زبان بیار. وقف لهما، دیگه دستور، دیگه امر
وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی اون بال مشفقت و بال مهربانی و بال تواضع خود را هموار بکن، یعنی از روی کبر و از روی عجب و از روی غرور با پدر و مادر برخورد نکن. درسته درس خوندی، تحصیل کردی، علم و دانشت و بالا رفته، هر چی که بالا بره بازم از همی پدر در حقیقت به دنیا آمدی، از مجرای بول دو مرتبه تیر شدی، دو مرتبه انسان از مجرای بول تیر میشه، دو مرتبه. و به این اساس الله متعال توصیه میکنه که این کبر و عجب و غرور و این موقفه که در اینا کنار بگذار، اما وقتی در کنار پدر و مادر قرار گرفتی وقفت لهما، یعنی هموار کن، یعنی بگستران برای پدر و مادر جناح الذل من الرحمه، بازوی تواضع و مهربانی اگر حیات دارن، اگر فوت شدن و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا این پدر و مادرم را بیامرز مثل که مرا تربیت کردن و من صغیر و خرد بودم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، الله با آنچه که در نفسای شماست او آگاه است. یعنی آیه قرآن کریم آنچنان بحث داره، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، آنچه شما در نفس خود پنهان میکنین با شریک خود، با پدر و مادر، با همسر، با اولاد، با همسایه، با استاد، با جامعه، اعلم بما فی نفوسکم، الله که خالق شماست او عالم و او آگاه است با آنچه در نفسای شماست. این تکون الصالحین، اگر شما انسانهای شایسته باشیم، فانه کان للاوابین غفورا، همانا الله متعال برای کسانی که بار بار رجوع میکنن به الله متعال، او آمرزنده و مهربان است، یعنی از گناهان اونها میگذرد. اولین چیزی که دوستا انسان در دنیا به او مکلف شده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان بعد الله را پرستش بکنه. قبل از پرستش الله فراموش نکنیم، اول الله را بشناسیم، بعد با او محبت بورزیم، بعد اطاعت بکنیم، بعد سعادت به سراغ ما میاد. سعادت موقوف به طاعت است، طاعت موقوف و محبت است، محبت موقوف به معرفت است. امکان نداره انسان کسی با کسی محبت بورزه بدون معرفت. اول معرفت، بعد از او محبت. امکان نداره از او پیروی بکنه بدون از محبت. بعد از اطاعت طبیعتاً که سعادت به سراغ انسان میاد. اولین چیزی که انسان به او مکلف است در دنیا اینه که الله متعال عبادت بکنه و پرستش بکنه. لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق، یعنی ای طاعت نیست که انسان الله نافرمانی بکنه ولی مخلوق را فرمان برداری بکنه، ای طاعت نیست بلکه ای معصیت است. اولین دو انسانه که بعد از الله متعال انسان باید به اونا محبت بورزه، او پدر و مادر است که مستحق احسان و مستحق نیکی و مستحق خدمت هستند. و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسان، یکی از نامهای الله متعال رب است. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، یعنی او ذاتی که مار پرورش داده، او ذاتی که مار تربیت کرده. الله نه تنها انسان بلکه حیوانات بلکه نباتات همه تحت تربیت الله متعال قرار دارند. یعنی در قدم اول مربی واقعی و مربی حقیقی ما الله متعال است. الله ما را خلق کرده، اگر الله متعال تربیت نکنه هیچ قدرتی در دنیا نیست که انسان را تربیت بکنه. الله که زنبور عسل تربیت کرده، وقتی بیرون میشه از
کندو میره برای جمع آوری گلها، اگر روی نجاست نشست و آمد و میخواست وارد کندو بشه، اون ملکه که بدن دروازه حافظ و نگهبان است ایر استشمام میکنه، با مجرد که دید که ای خیانت میکنه به ای کندو، گردنش رو جدا میکنه. ایر کی تربیت کرده؟ الله عز و جل تربیت کرده. اللهی که اور تربیت کرده، انسان را هم تربیت کرده. بنابراین پدر و مادر مظهر از ربوبیت الله متعال هستند. یعنی پدر و مادر دائما تلاش اینا همیست که الله متعال پدر و مادر در تسخیر انسان قرار داد. طفل وقتی گریه میکنه، مادر ایر بر میدار، مادر ایر شیر میده، پدر میره بیرون کار میکنه، تلاش میکنه، عرق میرزانه، همه تمام و تلاش و کوشش و زحمت از اون به خاطر فرزندش است. پس ببینیم الله متعال این پدر و این مادر در تسخیر فرزند قرار داده و این پدر و مادر نشانه از نشانه های قدرت الله متعال هستند. محبت میوردن پدر و مادر نسبت به طفل، حتی استراحت نمی کنن، میخوان طفل نا استراحت بکنه. نیمای شب بلند میشه، نیمای شب بلند میشه، خواب شیرین ترک میکنه، ولی به این طفل این مادر شیر میده. اگه مریضه ایر به اسرع وقت به دکتر میبره، حتی نان خود را میده که این طفل بخوره، خودش گرسنگی تحمل میکنه. ولی اینها مظهر از ربوبیت الله متعال است که ما مظهر از رحمان بودن و رحیم بودن الله را در دنیا میبینیم، مظهر از قدرت الله را میبینیم، مظهر از ربوبیت الله متعال اینمی پدر و مادر است که انسان در کنار خود دارد. حتی در قرآن الله عز و جل به پدر هم قسم یاد میکنه، به پدر یعنی جایگاه پدر نشان میده. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد و والد و ما ولد. قسم والد، والد برای کی گفته میشه؟ برای پدر والد میگن، مادر چی میگن؟ والده میگن. و ما ولد، حتی قسم به طفلم، خداوند به طفلم قسم خورده، یعنی جایگاه طفل را نشان میده. لا اقسم به هذا البلد، قسم به این شهر مکه معظمه، و انت حل به هذا البلد، تو حل هستی یعنی حر هستی، آزاد هستی در این شهر. و والد و ما ولد، یعنی قسم به پدر و قسم به او طفل که از این پدر و مادر از راه مشروع و حلال اینها به دنیا می آیند. الله سبحانه و تعالی مقام پدر را در این آیه قرآن کریم بیان میکنه. بنابراین بزرگترین عبادت بعد از عبادت الله احسان به والدین است. الله عز و جل میگه وبل والدین احسانا، به پدر و مادر شما احسان بکنیم. الله نگفت وبل والدین احسانا این کان مؤمنین، اگر مؤمن بودن احسان بکن، و بل والدین احسانا، به پدر و مادر احسان کن اگر چه کافر هم باشه، اگر چه که مشرکه، اگر چه که منافقه، اگر چه نماز هم نمیخونه، ترک نماز را الله با او معامله میکنه، ولی این خدمتی که فرزند به او انجام میده در مقابل انسان مستحق اجر و ثواب و پاداش میشه. نکته دیگه اینه که و بل والدین احسانا، یعنی به پدر و مادر احسان کنیم. ما در قرآن کریم هر جا فعل میایه به حرف الا متعدی میشه، ای به حرف با متعدی شده، ای بار به نام بای ملاصقه و ملازمه میگن، یعنی بایی که یعنی یک نوع ملازمت و همراهی داره. و بالوالدین احسان، یعنی ای احسان باید از طرف شما صورت بگیره، یعنی نمیشه که ما زنگ دنیم به یک نفر میگم باز رفتی به پدر من دست سرم بوس به طرف من، ای پدر ای احسان به پدر نشد دیگه. باز من رفتی پدر من دیدیم یک کیلو انگور هم از اونا بستون ببر به دستن. باید خود انسان به پدر و مادر چیکار بکنه؟
احسان بکنه. یعنی احسان برای پدر مناسب است که توسط خود انسان بشه، نه ای که ما وصیت کنیم فلان دریور شما وقتی که به قریه رفتیم بعد از او که استراحت کردیم همه کارا خود تمام کردیم باز بریم پدر منم ببینیم یک سلام هم از طرف ما به پدر می برسانیم. درست شد ای سلام شما رو برسانه، ولی او توقع و انتظاره که او پدر داره و او توقع و انتظاره که او مادر داره ای با ای پیام به هیچ عنوان برآورده نمیشه. پدر یکی از آیات الله هست، پدر و مادر از جمله نشانه های الله متعال است. آفتاب و مهتاب از جمله نشانه های بر قدرت الله متعال است و همچنین دریاها و کوها نشانه بر قدرت الله متعال است. چگونه قلب رحیم و مشفق و مهربان پدر و مادر نشانه از نشانه های آیات الله متعال نباشه که مطمئنن هم هست. و انسان وقتی مریض میشه اونجا میبینه که این پدر و مادر چقدر مشفق و مهربان هستند نسبت به فرزند و چقدر اینها قلب اینها نرم میشه، چقدر اینها گریه میکنن. پس به اساس قلب مهربان مادر و قلب مهربان پدر اینا نشانه از نشانه های الله متعال است. داستان می نویسن والله اعلم حقیقت داره یا نداره، میگه یک زن طفل داشت سر تنور نان پخته میکرد، اما هر باره که یک نون و تنور میزد بازیر یک رو میبوسید، این یک مرتبه میبوسید. خب الله متعال همین محبت طفل از قلب مادر کشید، ایوازه که ایر ببوسه ایر ایوازه یک هزوم انداخت به داخل تنور. اگر محبت نباشه چقدر انسان موجود قسی القلب میشه. به اساس قلب مشفق و مهربان و عطوف پدر و مادر این نشانه از نشانه های الله متعال است. پدر و مادر موجود محترمی هستند، حالا اگرچه که گناه میکنه، اگرچه معصیت میکنه، اگرچه ظالم است، اگرچه آدم بی انصافیه، اگرچه انسان مشرکی است، باز هم فرزند احترام او رو باید داشته باشه. و در حدیث داریم رحم الله والدا اعان ولده على بره، الله متعال رحم کرده بر اون پدری که او فرزند خود طوری تربیت کرده که این فرزند به او احترام میکنه، یعنی تلاش کرده که فرزند تربیت بکنه تا این فرزند بتوانه این پدر و مادر خود احترام بکنه. معمولا ما دو نوع پدر داریم، یک پدری داریم که آدم بخیلیه، اصلا دیگه به میخونه هیچ مصرف نمیکنه، آدم ممسکیه، فقط یک امانت نگهداره، همین تا مشت عدی گرفته که دیگه اینا رو من جمع کنم بعد از اینکه مفوچم ورثه مصرف بکنم. این پدر بخیل دیگه، یا پدر یک قسی القلب، خیلی آدم تند، آدم زشت مزاج، آدم برخوردش نادرست در مقابل اولاد، در مقابل همسر، در مقابل همه جامعه و همه مردم، و یا هم ظالم است. ولی یک پدر دیگه داریم که خیلی آدم مهربانه، خیلی مشفقه. او پدر اول وقتی از خانه بیرون شد خانه ایده، خانه اید میشه، اما پدر دوم وقتی وارد خانه شد به خانه اید به وجود میاد. خیلی تفاوت است. پدر دوم پدر است که وقتی وارد خانه شد یکی میه به سر شونی و بالا میشه از طفلکای، یکی به این زانو، یکی به این زانو، هر کدام میان به چهار دیوار از این جمع میشن. این پدر تا او پدری که به داخل خانه نشسته فقط امر و نهی میکنه، خانه تبدیل به یک سنگر ساخته، گاهی از این جمله میکنه، گاهی از این جمله میکنه، فقط این قطع نظامیه. این چنین پدر به هیچ عنوان موفق نیست، به هیچ عنوان این نمیتونه
موفق باشه. الله مغفرت کنه یک کسی فوت شد، نیاز به دعاش که ما برش دعا بکنیم. و این در ماه مبارک رمضان بعد از که از مسجد میرفت، یکی از فرزندانش به سر رازینه استاده بودن، به سر رازینه که ای عصبانی نشه. یکی به دم خونه خود افته اولگن استاده بود، یکی دست پاکون به دستی بود، زنی هم نون همون دسترخون به دستی بود که مبادا ای عصبانی بشه. خب دارم همچون پدرهایی که فقط نبود او به خانه ایده، نبود او در خانه ایده، جشن لحظه آرامش، لحظه سکینه هست برای تمام اعضای فامیل و خانواده. ولی یک پدر داریم که وقتی که وارد خانه میشه در حقیقت تمام فامیل و تمام خانواده به وجود از او یا به آمدن از او جشن میگیرن. هر بار که از خانه بیرون میشه در حقیقت ماتم است. این چنین پدرهای ما در جامعه خود داره. بنان ای آیه قرآن کریم این نشان میده که انسان مکلف هست به پدر و مادر احسان بکنه، ولی عبادت جواز نداره. یک احسان است، یک عبادت است. عبادت تا احسان فرق میکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این طاعت گفته نمیشه که ما الله نافرمانی بسازیم. پدر اگر گفت که برو بشیم شو به دزدی، این دیگه اطاعت لازم نیه. درست اطاعت از پدر فرضه، ولی اینجا دیگه امر الله ترک شد. امشب بچیم اجازه نیه که به مسجد به جماعت بریم، خب این کار نارواه دیگه. خب به هیچ عنوان نمیتونه این امر پدر را به جا بکنه. پدر باید تو رشوه بگیری، باید همین معامله سود انجام بدیم. لا طاعت فی المخلوق فی معصیت الخالق. احسان به پدر بحثش جدا هست، ولی اطاعت از پدر ای بحث جدای. به هیچ عنوان در اسلام ما نداریم که کسی از پدر اطاعت بکنه. احسان هست، احسان نیکی به پدر و مادر، ولی اطاعت تا جایی که مخالف با شریعت نباشه. نمونه ای داریم از عدم اطاعت از مادر. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص میگه وقتی که من مسلمان شدم، مادر من خبر شد که من مسلمان شدم، بعد از او گفت که یا سعد، اما ان تکفر به محمد و اما ان ادع الطعام حتی اموت. یا سعد، یا میری پس کفر میورزی، پس به مون دین آبا و اجداد خود داخل میشی، یا که همیتا نون نمیخورم. یعنی چی میگن همی کسایی که اعتصاب غذایی میکنم کتاب بمورم. بعد گفت یا امی لو ان لک مئت نفس فخرجت واحدتا واحدتا ما کفرت به محمد صلی الله علیه و سلم. مادر میفهمی اگه خدا با تو صد تا جانم بده همی بموره و زنده شه، بموره و زنده شی، به هیچ عنوان از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگردم. برو باشه که بموری. مخالفت از امر مادر در مقابله دین است دیگه. فکل این شئت اولا تاکلی، میخوای بخور میخوای نخور، اختیار خود را هر کار نمیکنی. منتها ما برگشتنی نیوم که ما دین رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک بکنم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و قرآن کریم هم میگه و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر تو رو توصیه کردن که برو شرک بورز، به هیچ عنوان دیگه اطاعت در این دایره جایز نیست. حالا بزرگترین گناه الله بیان کرده که شرک است. حالا به این معنی نیست که اگر برو دزدی کو جواز داشته باشه، برو سود بخور جواز داشته باشه، برو آدم بکش جواز داشته باشه. نه خیر، وقتی که شرک جواز نداشت، سایر گناهان کبیره هم جایز نیست. ها اما در باب نوافل ما میتونیم بگیم که مثلا فرض مثال نماز خفتن را خواند، بچم خفتن که خواندی چون امنیت درستی نیه میشه که تراویر بیای به خونه بخونی. چشم بابا حتما اطاعت میکنم. این اطاعت لازم است. چرا؟ چون سنت نماز جماعت تراویح
ایر علما سنت کفایه میگن، یک تعداد اگر انجام بدن از ذمه دیگران ساقط میشه. ولی جالب است که الله متعال در این آیه میگه و صاحبهما فی الدنیا، یعنی اگر این پدر گفت برو شرک ببر، حالا ای که شرک نمیوردی ترک میکنی به این معنی نیه که به خاطر این فرمان که داد این پدر رو زیر دست پا کنی تا نفسی و هست ایر لد کنی، به هیچ عنوان جواز نداره. و صاحبهما فی الدنیا یعنی معروفا، یعنی با روش نیکو با روش پسندیده با پدر رفتار کن. میگم یک نفر این پدر خور میزن، گفتم چرا میزنی؟ گفت نمیزنم این چش ترسونی میکنم، هم چش ترسونی هم حرام است، نارواه نباید انسان انجام بده. نمونه از اکرام پدر الله در قرآن بیان میکنه. الله متعال در قرآن کریم ببینیم نمونه بیان میکنه که کشتن فرزند به پیش پدر جواز نداره. کشتن فرزند به کنار پدر جواز نداره، اگرچه که این فرزند قاتل 100 نفرم کشته، در قیاب این فرزند این میتونه شما اعدام بکنیم، این جواز نداره. نمونه الله متعال در قرآن کریم بیان میکنه فرزند حضرت نوح پیغمبر دعوت پدر خود قبول نکرد دیگه، چه کار شد؟ بیرون شد دیگه، گفت من میرم سرم کوه بلند. درسته که شما میگیم که دنیا رو او میگیره، دیگه آره یک او بگیره 10 متر 20 متر 100 متر 200 متر دیگه نمیشه که تا به سر کوام او بالا بشه. ولی پدرش اصرار کرد که نه بیا، امروز هیچ پناهگاهی نیست، لا عاصم الیوم، امروز هیچ پناهگاهی وجود نداره جز همه کشتی باید داخل می کشتی باشه. گفت نه میرم اونجا میرم. این وقتی که قبول نکرد و رفت، حالا دیگه آب بالا شد و بالا شد و بالا شد دیگه، پدر دیگه میبینه، پدر از بس که مشفقه از بس که مهربانه میبینه که حالا نتیجه فرزندمه چی میشه. الله متعال خواست که قتل این فرزند نو به زیر چشمان حضرت نو صورت نگیره. و حالا بینهم الموج و فکان من المغرقین، یک موج از آب بین نو و بین فرزندش به وجود آمد به مو اصلا و غرق شد که حضرت نو پیغمبر رو ندید. فکان من المغرقین از جمله غرق شوندگان، یعنی ایره آیه قرآن کریم نشان میده که پدر یکی از نمونه های اکرام پدر اینه که فرزندش در حضورش از بین برده نشه و یا کشته نشه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. می آیه قرآن کریم نشان میده که پدر و مادر چه وقت نیاز دارن؟ نیاز اونا وقتی است که به سن بزرگی میرسن. وقتی که به سن بزرگی یک یا هر دو رسیدن، اینا دیگه نیاز بیشتر دارن که باید فرزند به اینا کمک و مساعدت بیشتر داشته باشه. حدیث داریم پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام می فرمان ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید الله له من یکرمه عند سنه. هیچ جوان جوانان حضور دارن، هیچ جوان پیرمرد به خاطر سن کلان که داره احترام نمیکنه، مگر ای که الله متعال در سن بزرگی در موی سفیدی دیگه جوانا رو الله مسلط میکنه، مقید میکنه، دستور میده که به ای احترام بکنه. یعنی اگر جوان در دوره جوانی به بزرگان موی سفیدان احترام کرد، مطمئن باشه که مورد احترام قرار میگیره. الجزاء من جنس العمل، جزاء از نوع عمله. شما به یک نفر خوب بگیم خوب میشنویم، به یک نفر بد گفتیم بد میشنویم. اگر به روی یک نفر زدیم یک روز برو شما میزنن، اگر یک کس دشنام دادیم یک روز به انتظار شنیدن یک دشنام باید باشیم. اگر به یک موی سفید پدر بزرگ پیرمرد احترام کردیم، مطمئنن که مورد احترام قرار میگیریم. این حدیث پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام است. فلا تقل اللهم اف، به پدر و مادر شما اف هم نگیم، یعنی حرمت گفتن کلمات زشت از این آیه قرآن کریم دانسته میشه. و اف چیست؟ اف همو
صدایی که پدر آزرده میشه، پدر آزرده میشه، اینمی کلمه رو برام اوف میگن. حدوداً 30 معنا برخی از علما بر کلمه اوف نوشته کردن و علما میگن اگر کلمه بالاتر از اوف میبود حتما خداوند رو در قرآن ذکر میکرد. یعنی به این معنا که وقتی شما اوف نمیگیم اوف حرام بود، دست بالا کردن، توهین، تغییر، زشت و ناسزا گفتن، او را از خونه بیرون کردن به کلی حرام است و به کلی ناروا است. انسان هر برخورده که با پدر و مادر انجام داد این برخورده باید به انتظارش باشه که فرزندانش انجامه. هزاران داستان داره میرده بود، هزاران داستان مستند وجود داره، هزاران داستان وجود داره. من به چشم سر دیدم، الله مغفرت کنه، پدر ما قصه میکردند که یک کسی بود، گفتن ای خوب بیاد منه که پدر خور همون تو زر دستپاخو میکرد، خوب لد میکرد، همون تو میزد که صدای هم مردم میشنیدند، هر قدر ایر توصیه میکردم هیچ برف نمیکرد. خوبی کلان شد، بزرگ شد، ازدواج کرد، خداوند برای ازی اولاد داد، اولاد ازی کلان شدن، جوان شدن و یکی از اولاده ازی ای درس میخوند به مسجد. خب یک روز گفتم که فلانی چرا دیر آمدی به مسجد به درس؟ ای از مسجد بیرون شد و ومی دمن خورم سنگ کرد، آمدم مسجد، گفت که کو بگو چی میگی؟ گفتم هیچ چی نمیگم، بیا بچین بشین درس خوب بخون، حتما من تو کار ندارم. خب شام پدرش دیدم، گفتم کمی و چه خور بفهمونه می بسیار امرو برخورد نادرست نکرد. گوله اگر راست پرسان کنیم، من می چند روز پیشیر زده بودم ولی خو نبودم، چشمام پود بود، بعد برم گفت که پیاره که تو چکار کنم تو خوش، اگر تو سر نبوریدم علی دیگه من جرأت نمی کنم ولی برازی حرفی بگم. و همو بعد از چند سال پدرر کشت، برای چند ماه هم بردن رو به زندان آزاد شد. و مطمئنن و من به این باور دارم که الله باز به این بچه همونت فرزندانی میده که باز این عمل که در مقابل پدر کرده بود همین عمل در مقابلش انجام بده. به این اساس الله متعال در این آیه میگه ولا تقل الله ما افن ولا تنهره ما بانگم نزن و قل اللهم قولا کریما، سخن نیکو پسندیده و شایسته به پدر و مادر بگو. در قرآن خداوند برای ما آداب راه رفتن بیان میکنه، آداب داخل شدن به خونه بیان میکنه، حتی آداب صحبت کردن هم بیان میکنه. در یک جا میگه قولا میسورا، سخن آسان بگیم، خیلی سخت نباشه، خیلی لغت پرونی نکن. در یک جا قولا لینا، سخن نرم بگیم. این وقتی که الله متعال حضرت موسی و برادرش روان میکنه به پیش فرعون، میگه نشه که امی ادعای که فرعون کرده که گفته انا ربکم الاعلا، شما احساساتی بشیم خلاص شروع کنیم به دشنام و توهین. فقولا له قولا لینا، سخن نرم بگیم، لعله یه تذکر، امیدی هست که ای پند پذیر بشه. یعنی کسی که ادعای خدایی کرده الله به پیغمبر خود میگه تو بروی دعوت که، امیدی هست که ای آدم بشه، امیدی هست که ای پس برگرده. یعنی هیچ وقت نباید انسان از معصیت و نافرمانی که دیگران انجام میدن ما مایوس و ناامید بشیم و حکم بکنیم این مستقیم به جهنم میره، فقط کلید بهشت و دوزخ به کسی خو کنیم، یک تعداد رای کنیم به بهشت، یک تعداد رای کنیم به دوزخ. الله متعال به این کسی که گفت انا ربکم الاعلا، ما خدای بزرگ هستم، الله متعال دو پیغمبر روان میکنه، میگه فقولا له قولا لینا، سخن نرم برش بگیم، سخن درش نگیم. و معمولا انسان بر اثر سخن نرم تحت تاثیر قرار میگیره، به هیچ عنوان خشونت، زشت گفتن، تندی و تیزی اثر نمیتونه داشته باشه. در اینجا الله متعال قولا کریما میگه، یعنی
مناسبت داره. باز اینجا قولا لینانیه، چون کریمه، پدر کریمه، مادر کریمه، سخن کریم رش بگو. قولا سدیدن، در یک جا سخن متین، سخن مکم، سخن بسیار قوی و استوار بگو. در یک جا قولا معروفا، سخن معروف و پسندیده. در یک جا قولا بلیغا، سخن رسا، یعنی در نهایت درجه رسا و نهایت درجه بلاغت در او رعایت شده باشه. الله تعالی شش روش سخن برای ما بیان میکنه: سخن نرم، سخن کریم، سخن قوی و متین، سخن آسان، سخن شناخته شده معروف، یعنی سخنی که ایت مبهم نباشه، و سخن بلیغ. الله متعال در قرآن آیه بیان نکرده که پدر به فرزند چه کاری انجام بده، جز یک آیه، او هم در باب میراث است. یک آیه در قرآن داریم: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. در باب تقسیم میراث الله متعال برای پدران توصیه میکنه که نشه که حقوق از اینا شما تلف کنیم و ضایع کنیم. حکمت چیست؟ حکمت چیه که در 6236 آیه قرآن کریم آیه نیامده که الله متعال پدر دستور داده باشه و توصیه کرده باشه که تو در مقابل فرزند ای کار و ای کار و ای کار انجام بده؟ ای به این خاطر است که ما بخواهیم و نخواهیم، خواه آیات نازل بشه خانشه، طبیعت و فطرت پدر و مادر دائما بر این است که فرزند خود تربیت بکنه. تلاش اینا دائما بر همینه که ما یک فرزند خوبی داشته باشیم. فرزند ادامه حیات انسان است، یادگار از پدر و مادر است. به این خاطر الله متعال دستور نداده. چرا؟ چون نیازی نبوده. خود به خود و فطرت پدر و مادر، محبت که پدر و مادر در قلبشان نسبت به فرزند هست، ایره انجام میدن. و محبت پدر و مادر نسبت به یک امر فطریه. خب ما بخوایم خواه نخواهیم، الله متعالی در وجود پدر و مادر خلق کده و آفرید. دلیل خیلی واضحه دیگه. شما بریم به شفاخانه، ببینیم که یک مثلا یک طفل از بام افتاده، سر و کله از خونمالی را آورده. حالا همین مادر اگه سرمایه‌دار هم باشه گریه میکنه، فقیر هم باشه گریه میکنه، آدم بدی هم باشه گریه میکنه، آدم خوبی هم باشه گریه میکنه، زن محجبی هم باشه گریه میکنه، زن بدحجابی هم باشه گریه میکنه، یک امر فطریه. یعنی ایدا دوست نداشتن که بچه از بام بیفته. همین محبت و عطوفتی که در قلب پدر و مادر است، اینا دائما به این فکرند که حتی یک خاری هم به پای همی طفل ما و اولاد ما نخله. به این خاطر در قرآن کریم این چنین آیه ما در قرآن نداریم. اما بر الابنا یا نیکی فرزندان برای پدران ای تکلیف است. و تربیت پدر فرزند در مسئولیت دو چیز داره. یک تکلیف است، یک مسئولیت. تکلیف بر ما، یعنی ما مکلفیم از طرف شریعت که به پدر و مادر احسان بکنیم، ولی پدر و مادر مسئولیت دارند که ما را تربیت بکنند. بر و احسان و نیکی فرزند نسبت به پدر و مادر یک تکلیف است. مثل که ما مکلفیم نماز بخونیم، مکلفیم روزه بگیریم، مکلفیم از حرام اجتناب و پرهیز بکنیم، مکلفیم شراب نخوریم، مکلفیم به پدر و مادرم احسان بکنیم. اما بالعکس، حالا پدر و مادر مسئولیت دارن که فرزند خود یک فرزند درست تربیت بکنن. به یه خاطر بسیار کوتاه تا ختم برنامه میریم در قرآن کریم نمونه‌های از بر فرزند نسبت به پدر میبینیم. نوح پیامبر، حضرت نوح چند سال عمر کردن؟ 950 سال. حتی در بدایه و نهایه از ابن کثیر او خود میگه 1750 سال عمر کردن.
تنها 950 سال دوره دعوت از اونا بوده، دوره رسالت و دعوتشان 950 سال بوده. و این حضرت نوح پیامبر چی میگه؟ رب اغفر لی ولی والدیه، خدایا برای من بیامرز، برای پدر من هم، برای پدر مادر من بیامرز، ولی من دخل بیتی مؤمنن، او کسی که در خانه ما به عنوان مسلمان داخل شده به او هم بیامرز، ولی المؤمنین و المؤمنات، برای مردان مؤمن و زنان مؤمن هم مغفرت روان کن. خود خور اول دعا میکنه، بعد به پدر و مادر، بعد به کسایی که وارد خانه شدن، بعد به عموم مردان و زنان مؤمن. حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام با وجودی که پدرش مشرک است میگه سلام علیک، سلام ای پدر، ساستغفر لک ربی، یعنی زود است که من طلب آمرزش کنم در مورد تو از الله متعال که علی پدر مر ببخش، یعنی این موقف فرزند نسبت به پدر است. ای دو سوم حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم است. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، ای پدر آن دستوری که الله برات داده، این در وحی قلبی که در خواب برات آمده که فرزند بروزه بکن، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، زود است که من از جمله صابرین بیاوی، هیچ بی صبری نمی کنم، فرمانی که از جانب الله آمده و تو مأمور به اجرای فرمان هستی، هیچ بی صبری جزا و فضای از من دیگه نمی بینی. حضرت یحیای فرزند زکریا و میگه و برم به والدیهی ولم یکن جبارا عصیا، یعنی من کسی هم که به پدر و مادر چکار میکنم؟ احسان میکنم. و من جبارم نیوم، جبار کسی که به پدر و مادر بدی بکنه، عصی پا کسی که به الله نافرمانی بکنه، جبارن عصیین، نمه نافرمانی پدر و مادر میکنم و نم نافرمانی الله متعال میکنم. حضرت یوسف پیغمبر و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش را روی همون تخت بلند کرد، یعنی این قدر و قیمت و احترامی که به پدر و مادر داشت. فرق بین ابوین و والدین چیست؟ در قرآن هر جد آمده و بل والدین احسانا و رفع ابویهی، ابوی تا والدین فرق میکنه. والدین اینمینه که انسان از اونا به دنیا آمده، پدر و مادر سکه، اما ابوین امکان داره انسان مادرندر داشته باشه، مادر اصلی فوت شده، پدر ما یک خانم گرفته، او هم مادر است، این میگن ابوین و رفع ابویهی. حالا شما میدانیم که مادر حضرت یوسف وقت فوت شده بودند، حیات نداشتن. و حضرت عیسی علی نبی علیه السلام چی میگه؟ و برم به والدتی، اونجا حضرت یحیی گفت به والدیهی، اینجا گفت به والدتی، چون حضرت عیسی دیگه پدر نداشتن که بگم به والدیهی. و برم به والدتی، من کسی هم، یکی از ویژگی ها و خصوصیات من اینه که من آدم احسان کننده و نیکوکاریم نسبت به مادر خود، ولم یجعلنی جبارا شقیا، و من خداوند جبار و شقی نیافریده و خلق نکرده. میگن هرگاه شما انسان شقی و بدبختی دیدیم، حتما ای پدر و مادر آزار و اذیت داده و اونا دعای بد کردن. هر جا آدم شقی و بدبخت شما دیدیم، یک نون دو تا نمیشه، رنگش همیشه زرد، بسیار بدبختی ها به سراغش میرسه، این کسیه که پدر و مادر آزار داده و تمام شقاوت و بدبختی و رنج و مصیبت به سراغ انسان میرسه. یک دروازه بهشت مادر، یک پدر است، یعنی انسان از طریق خدمت به مادر به بهشت میرسه و از طریق خدمت به پدر هم به بهشت میرسه. مالک ابن ربیعه الساعدی روایت میکنه که ما نشسته بودیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک مردی از انصار آمد، ای آمد گفت که
هل بقی علی من بر ابوی شیء بعد موته ما؟ آیا حالا پدر مادر ما که فوت شدن، آیا دیگه هم بر و احسان و نیکی مانده که ما برای اون رو انجام بدم؟ گفتن بله. گفتن چیه؟ گفت همین چهار امر است که بعد انجام بدیم: الصلاة علیهما، دعا کردن، و الاستغفار لهما، طلب و آمرزش کردن، و انفاض و عهدهما، اگر پیمان بستن با کسی همو پیمان اجرا کردن، و اکرام و صدیقهما، اگر دوستان داشتن با دوستان از اونا شما خدمت بکنیم، اکرام بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره هر زمانی که گوسفند ذبح میکردن، مقدار از گوشت گوسفند در میدادن دست یکی از ابو خادما، میگفتن ایر بور به فلان زن بده. حضرت عایشه صدیقه پرسان میکنه این زن چی مناسبت داره به شما؟ گفتم این زن از جمله رفیقای حضرت خدیجه است. این از جمله رفیقای حضرت خدیجه، یعنی من به اندازه حضرت خدیجه دوست داشتم که حتی به دوستان خدیجه هم خدمت میکنم. حالا پدر مادر همسرم یعنی حق داره، ولی پدر و مادر حقش بالاتر و بالاتر است. و همچنین حدیث دیگر دارم در صحیح البخاری است که حضرت عبدالله میگه سألت النبی صلی الله علیه و سلم ای الاعمال احب الی الله، کدام اعمال محبوب تر است به نزد الله؟ فرمودند که نماز به وقتش. گفتم دوباره بعد از او؟ گفتند بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر. بعد گفتم کدام عمل؟ گفتند الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله. در حالی که در احادیث زیاد آمده، یک صحابه آمد گفت کدام عمل بیشتر ثواب داره؟ گفتند اطعام و طعام، نان دادن برای فقرا مساکین. یک دیگه آمد پرسون کرد گفتند کدام عمل به نزد الله خیلی محبوب تره؟ گفتند جهاد در راه الله. پیامبر علیه الصلاة و السلام روح و روان یک انسان رو میدانن، بعد جواب برای ارائه میکنن. این نفر که آمده، این کسی که نماز رو تأخیر میکنه، از الصلاة علی وقتها، نماز به وقت بخونی محبوب ترین عمل است. باز یک دیگه میاد نماز به وقت خون میخونه، منتها برخورد درست با پدر و مادر نداره. بر الوالدین اول برزه میگن. یک نفر بر الوالدین هم داره، اما با جهاد سستی و تنبلی میکنه. میگن الجهاد و فی سبیل الله، جهاد در راه الله متعال. یعنی به تناسب سوال کننده جواب ارائه میکنن. حدیث چهارم در صحیح البخاری، اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهم روایت میکنه که قدمت امی و هی مشرکه، یعنی مادر ما آمد در حالی که مشرک بود. شاید مادر کلانش باشه، شاید هم مادرش باشه، هنوز مسلمان نشده بوده. بعد میگه من از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسان کردم که این امی قدمت و هی راغبتون، ای مادر ما آمده ولی هیچ علاقه هم به اسلام نداره، یعنی افع اصیله ها، یعنی من با این سله رحیم بجا بکنم یا آمده بخونم و بخونه جربانم یا نرم؟ گفتم نعم صلی اموکه، یعنی سله رحیم با مادر خود انجام بده. حضرت عبدالله بن عمرو میگه مرد آمد خدمت پیامبر اکرم علیه السلام، گفت من میخوام به جهاد برم. به جهاد میخوای بری؟ بله. فرمودند که احی والداک، پدر مادر تو زنده؟ بله ها زنده. ففیهما فجاهد، برو خدمت پدر مادر کو بخون. خدمت پدر و مادر بکنی جهاد است. خدمت پدر و مادر ای جهاد در راه الله متعال است. و مرد آمد خدمت پیامبر اکرم علیه السلام، گفت میخوام با شما بیعت بکنم بر هجرت، که با شما هجرت بکنم. منتها دمی که من از خونه بدر شدم، همه پدر مادرم راضی نبودن و خیلی گریه میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت نکردن با این. گفتم برو ارجع الیهما فضحکهما کما ابکیتهما، برو اینا رو بخندان مثل که سبب گریه اینها شدی، مثل که سبب شده که اینا گریه بکنن، برو یک عمل انجام بده تا اینا پس خنده بکنن. الله متعال همه من و شما اگر جوان هستیم و اگر نوجوان هستیم، توفیق بر و توفیق احسان و نیکی و خدمت به پدر و مادر همیشه و همیشه نصیب بگردانه. الله متعال به هیچ عنوان ما توفیق نده که ما سبب نارضایت پدر و مادر بشیم.